سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خوش اومدین. خیلی ممنونم که همواره چه توی پیج اینستاگرام چه توی چنل یوتیوب همراه من هستین، لایک میکنین، کامنت میذارین و سابسکرایب میکنین و همواره حمایت کردین. خیلی خیلی از شما ممنونم. برگشتم با یک ویدیو دیگه در راستای ویدیوهای قبلی. امروز میخوام در رابطه با معاینات مدیکال، آزمایشاتی که توی کلینیک پزشکی برای اخذ ویزای آمریکا انجام میشه، صحبت بکنم و برای دوستانی هم که جدیدن به ما اضافه شدن و شاید من رو نمیشناسن بگم که من اسمم میگل، دکتر داروسازم، برنده لاتاری بودم و توی چه پیج اینستاگرام چه چنل یوتیوب از تجربیاتم، چه از مهاجرتم، از سفرهایی که به ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف آمریکا داشتم میذارم و به هر حال امیدوارم که ویدیوهای من براتون مفید باشه. خیلی هاشم فانه و به هر حال یه تایم خوبی رو توی پیج یا چنل من سپری خواهید کرد. بریم که ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم. موضوع ویدیو امروز همونطوری که گفتم از قبل اینه که راجع به آزمایشات مدیکال با هم صحبت بکنیم، چون من در طول روز دایرکت های خیلی زیادی هم میگیرم که بیا از معاینات بگو، از تجربیات بگو، چقدر هزینه برد، چه آزمایشای انجام دادن و اینکه اصلا این معاینات یعنی چی. یعنی ما اگر مریضی داشته باشیم به ما ویزا نمیدن، ما رو آمریکا راه نمیدن و آیا برای ما دردسر میشه، مشکلاتش چیه و چه کارهایی باید انجام بدیم و اینا. تمام چیزهایی که من داخل این ویدیو میگم علاوه بر اینکه تجربه خود من هست از اتفاقاتی که برای من افتاده، از خود سایت وزارت امور خارجه آمریکا من اطلاعات رو برمیدارم، آدرسش رو میذارم travel.state.gov. معتبرترین منبعی هستش که شما میتونید برای هر نوع ویزای آمریکایی که میخواین دریافت کنین اطلاعات ازش کسب بکنین، چه ویزاتون مهاجرتیه، چه غیر مهاجرتیه، چه مهاجرتی از مثلا مدل لاتاریه، چه در واقع کلاس بندی های دیگه ویزا. و چیزی که میخوام بهتون بگم، اول از تجربه خودم شروع میکنم، در کنارش اون اصول و عرفی هم که باید رعایت بشه رو بهتون میگم، چون به هر حال کیسی که من تجربه کردم کیس سینگل در واقع یک نفره بودم که رفتم برای معاینات. ممکنه که این تجربه برای افرادی که کاپل هستن یا افرادی که خانواده هستن و بچه دارن، کوچیک بزرگ، یه مقداری فرق بکنه. پس بریم که با هم دیگه شروع کنیم. اگر بخوام در ادامه ویدیو قبلی توضیحات رو بدم، اینه که تا اینجایی با هم داستان رو پیش رفتیم که من سوار هواپیما شدم، روز جمعه بود و رسیدم به بمبئی. با تأخیر زیادی هم من رسیدم به بمبئی. کلینیک پزشکی ساعت 3 بعد از ظهر بسته می شد و من با اون دکتری که از قبل نوبت گرفته بودم و داخل کلینیک منتظر من بود یه مکاتبه از طریق واتساپ داشتم. بهش توضیح دادم، گفتم من انقدر دیر میرسم، پرواز من اینه، با این مشخصات انقدر دیر پرواز کرده و لطفاً 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 حضور داشته باشین تا من خودم رو به کلینیک برسونم. چرا اینو بهش گفتم؟ به خاطر اینکه من دعوتنامه‌ای که گرفته بودم برای روز دوشنبه بود و من جمعه قرار بود تازه از تهران برسم بمبئی و خب میدونین دیگه شنبه و یک شنبه مثل خیلی از جاهای دنیا هندوستان هم تعطیله و یعنی شنبهشون که نیمه وقت کار میکنن، یک شنبهشون هم که مثل جمعه ما کلن تعطیله و دیگه فرصتی نبود. یعنی من اگر جمعه آزمایشات رو انجام میدادم که میدادم، هیچ، تموم میشد. اگر نه دیگه به نوبت بعدی نمیرسیدم چون روز تعطیلی بود و بعد مصاحبه من بود و اون وقت باید صبر میکردم بعد از مصاحبه برم مدیکال، جواب مدیکال بیاد سفارت و دیگه وقتی نبود. 4 روز بعد پروسه لاتاری کلن تموم میشد، ممکن بود اصلا دیگه به من ویزا نرسه و و و هزار جور داستان دیگه. این باز در ادامه اون اتفاقات معجزه‌واریه که برای من افتاد که خب من باید روز جمعه این آزمایشات رو انجام میدادم. تازه همونم هزار جور اما اگر داشت، چون ممکن بود نتیجه آزمایش تا قبل از مصاحبه من آماده نشه. داستان رو تا جایی ادامه دادم که رسیدم بمبئی و گفتم دیگه توی فرودگاه بودو بودو من فقط پاسپورت کنترل رو گذروندم و اون آفیسرم تعجب کرد که من اصلا چجوری تونستم به فاصله یک هفته که در واقع از هند برگشتم دوباره ویزای هند بگیرم و برم برگردم بمبئی. حالا کاری به اینا نداریم دیگه، گذشت. تاکسی گرفتم و رسیدم به کلینیک
دقیقاً ساعت جوری بود که یکی دو دقیقه بعدش کلینیک تعطیل میشد. یعنی شما فکر کنین وقتی که ماشین اون تاکسی وایساد جلوی کلینیک تا حالا کلینیک رو پیدا کنم طبقهش رو بپرسم اینا، ساعت 3 گذشت. خب و موقعی که رسیدم خب در کلینیک بسته بود، فقط یعنی یه قسمت اصلیش بسته بود، یه قسمتی که خود کارکنه و اینا می نشستن باز بود همچنان درش، از این درای چیز بودش چون میگن این چوبیای قدیمی، اونو باز کردم بعد دیدم خب کسی نیست. یه چند دقیقه گذشت تا یه نفر اومد گفت تو کی؟ گفتم که من وقت اپوینتمنت داشتم اینجا و من وقت مصاحبه سفارت دارم روز دوشنبه. من با دکتر شیوا صحبت کردم، از طریق کلینیک با واتساپ در تماس بودم، از طریق واتساپ با کلینیک در تماس بودم و من وقت داشتم امروز، میدونم دیر رسیدم ولی خواهش میکنم که به من کمک کنین. دیدم گفتش که اجازه بده من دکتر رو صدا کنم و دکتر از اتاقش اومد بیرون به حالت خیلی خوشحال و خیلی اینکه انگار منتظر من بوده، گفت من پروازتو تعقیب کردم، نگاه کردم و دیدم که با تاخیر میرسی و به خاطرت منتظر موندم. و من اصلا نمیدونستم چی بگم، یعنی مثلا نمیدونستم چه کلامی برای تشکر بیارم که تو به خاطر من صبر کردی تا ساعت 3 که حالا الان 3 و خورده شده ولی وایسادی به احترام من، به احترام اینکه کار منو انجام بدی، برای من موندی تو کلینیک. و اصلا این احساس یه احساسی بود که وصف نشدنیه، اینکه انقدر بهت احترام میذارن که برات ارزش قائلن. واقعا میتونست تعطیل کنه بره ولی اون چند دقیقه رو صبر کرده بود تا من برسم. که آره من به خاطر صبر کردم، فقط امیدوارم امروز بتونیم آزمایشاتو انجام بدیم. من تا ساعت 6 اینجا هستم که تمام آزمایشاتو انجام بدم و سعیمو میکنم که فردا که روز تعطیل ماست خودم بیام کلینیک کارهای آزمایشی تو انجام بدم که نتیجه رو بتونم صبح اول وقت دوشنبه که وقت مصاحبت هست برسونم، چون میدونم که دیگه آخرین نفری هستی که داری مصاحبه میشی. یعنی تقریبا میتونم بگم جز آخرین نفری بودم که تو کل دنیا داشتم مصاحبه لاتاری میشدم و همه کشورها دیگه مصاحبه هاشون تموم شده بود. و گفتش که من تمام سعیمو میکنم که این نتیجه آزمایشو برسونم به مصاحبت و نیفته به تایم بعدش. هیچی دیگه شروع کرد، گفتش که سریع آماده شو، یه فرمی به من داد گفتش که این فرمو پر بکن و تمام اطلاعاتی که من توی دی اس نوشته بودم و دوباره باید اینجا منتقل میکردم، یعنی از اسمم، میدل نیم اگر کسی داره، فرست نیم، لاست نیم، تمام تاریخ تولد، پاسپورتم، شماره پاسپورتم، محل تولدم، صدور پاسپورتم، آدرسی که نوشته بودم توی فرم دی اس هم به عنوان آدرس خونمون حالا توی ایران، بعد آدرس محل کارم، آدرسی که قصد دارم توی آمریکا اونجا برم، آدرسی که توی فرم دی اس نوشتم، اینا رو همه رو از من خواست و همین. هیچی، یه گزینه هم داشت که کاتگوری ویزا رو مشخص میکرد، ایمیگرانت یا نان ایمیگرانت و اینکه اگر ایمیگرانت جزء چه کاتگوری هستش. هیچی، من اینا رو پر کردم دادم بهش، گفت بریم که اول از همه چست ایکس ری رو با هم انجام بدیم. اینو بدونید که چست ایکس ری یکی از مهمترین آزمایشات مدیکال برای دریافت ویزای آمریکاست. قبل از اینکه حالا برم سراغ ادامه داستان خودم بگم، ببینید کلینیک رو چجوری پیدا میکنن. شما وقتی که سفارتتون رو انتخاب میکنین، حالا دیگه از امسال که اصلا قانون شده که دیگه الزاما فقط ایرانی ها نمیتونن ابوظبی، ارمنستان و آنکارا رو انتخاب کنن، میتونن هر سفارت بستگی به اون کشوری که اون تایم تو اونجا حضور فیزیکی دارن رو انتخاب بکنن. و شما بر اساس اون سفارت انتخابی وقتی توی سایت سفارت میرین، دو یا سه تا کلینیک رو به شما معرفی میکنه. حالا بمبئی مثلا یکی از معتبرترین کلینیک هایی که مورد تایید سفارت آمریکا هست و معرفی کرده بود توی سایتش و اسمش رنه کلینیک بود. رنه کلینیک توی جنوب بمبئی بود، حالا برای دوستانی میگم که قصد دارن برن بمبئی، و لوکیشنش هم خوب بود، یعنی دقیقا روبروی دریا میشد، یه حالا یه خیابون اینورتر. و هیچی دیگه، خلاصه یه کلینیکی بود که مورد تاییدشونه، ایمیل دارن، شماره تلفن دارن و از طریق همون باید باهاشون در تماس باشین، با وقت بگیرین و مکاتباتتون رو در واقع باهاشون انجام بدین. شرط اولیه‌ای که شما برید مدیکال و توی اون کلینیک آزمایش بدین اینه که وقت نامه سفارت و دعوتنامه‌تون رو داشته باشین، یعنی باید به طور رسمی از طریق
حالا KCC دعوت شده باشین که به شما وقت مدیکال بدن. آزمایشات مدیکال اینم بهتون بگم، معمولا برای افرادی که سینگلن، سینگل کیس هستن، بین 3 تا 4 روز طول میکشه و برای خانواده هایی که بچه دارن، بچه های کوچیک دارن، معمولا بین 5 تا 7 روزه. به خاطر همینه که افرادی که میخوان مصاحبه برن میگن مثلا از 5 روز قبلش تو اون کشور باشن، آزمایشات مدیکال انجام بدن که این جوابا آماده بشه و فرستاده بشه به سفارت. اگر که زود برین این کار انجام میشه، اما اگر بذارین دیر وقت برین و نزدیک به تمام مصاحبتون برین، امکان این که جواب آزمایش آماده نشه هست و جواب آزمایش رو بعدن بفرستن برای سفارت و دریافت ویزاتون به تاخیر بیفته. برای من یه اتفاق معجزه آسا بود، به خاطر اینکه واقعا اون خانم دکتری که این کارو برام انجام داد اومد روز تعطیل کلینیکو باز کرد، جواب آزمایشای منو آماده کرد و فرستاد برای سفارت، چیزی که اصلا عجیب بود. یعنی همونطوری که تا الان تمام اتفاقاتی که برای پروسه اخذ ویزای من اتفاق افتاده بود عجیب بود، اینم همینطور، اینم شامل این اتفاق عجیب غریب میشد و اصلا نمیدونم چی بگم دیگه. ایشون اومد و جواب منو 1 روز آماده کرد و صبح روزی که من میخواستم برم سفارت، جواب من به سفارت ارسال شده بود. حالا بریم سراغ معاینات پزشکی که انجام دادن. اول از همه گفتم چست ایکس ری رو از آدم میگیرن، میبرن توی اتاقی که عکس قفسه سینه رو میخوان با اشعه ایکس بگیرن و حالا اتاقی که بود که احتمالاً شاید خیلیاتون انجام داده باشین آزمایش رو قبلاً یا دیده باشین، یه اتاقیه که یه محفظه بسته داره، خودش میره پشت دستگاه قرار میگیره و عکس رو میندازه. خب یه لباس خیلی ساده تن آدم میکنن، وای میسی پشت دستگاه و این تیکه جزء نواحی هست که باید عکس گرفته بشه، عکس رو میگیرن. برای چی؟ برای اینکه ثابت بشه فرد هیچ گونه عفونت واگیردار و خطرناکی برای اینکه انتشار بده به بقیه نداره. از جمله این عفونت های خطرناک سله که از طریق همین چست ایکس ری مشخص میشه. پس سل یکی از اون بیماری های هستش که اگر که خدای نکرده فردی مبتلا باشه بهش ویزا نمیدن، تا زمانی که درمان نشه ویزا نمیدن. و اینکه آیا خانم های باردار هم باید ایکس ری بگیرن؟ بله، برید توی سایتش هم نوشته، یه محافظ شکم میذارن که به بچه آسیب نرسه، از قفسه سینه و ریه ها عکس میگیرن و این تستیه که باید انجام بدن همه. بعد از چست ایکس ری میریم سراغ، یعنی رفتیم توی یه اتاق دیگه برای سایر آزمایشاتی که بعد انجام میدادن که اولینش همون اندازه‌گیری قد و وزن بود. اول از همه رفتیم با از همین اینا که اینجوری وای میسی قد تو اندازه میزنن، قد منو گرفت که اتفاقا 2 سانتی از اون چیزی که فکر میکردم کوتاه‌تر بودم و بعد فهمیدم به خاطر، حالا قبلا توی پیج گفتم، به خاطر همون بد نشستن و پوزیشن های بدی که موقع نشستن سر کار داشتم، قشنگ این خمیدگی ستون فقراتم مشخص بود و قد من 2 سانتی کوتاه‌تر شده بود. خیلی هم اونجا ابراز ناراحتی کردم، گفت نه اگه رعایت کنی قوزبند ببندی و از این چیزا، این دوباره اینجوری صاف میشه و قدت به حالت نرمال برمیگرده. وزنم رو اندازه زدن، بعد آزمایش خون گرفتن از من، یه فکر میکنم 10 دقیقه رو بگفتن منتظر بشین تا، خب اونجا کلینیکی بود که مخصوص فقط ویزای آمریکا که نبود، افراد دیگه هم می اومدن و اون تایمی بود که دریافت نتیجه باز شده بود. خیلی از هندی ها خودشون مثلا حالا اگه تو اون شهر بودن اومده بودن جواب آزمایششون رو بگیرن و فقط دری از اون آزمایشگاه باز بود که جواب آزمایش ها رو به مردم میداد. منم نشستم همونجا تو انتظار و به من گفتش که خب حالا هزینه ها رو پرداخت بکن تا بعد اتاق معاینه برین برای سایر معاینات. من هزینه آزمایشات رو به دلار پرداخت کردم و اینکه اینم بدونین اگر که دلارتون خورد نباشه دیگه بقیهش رو بهتون نمیدن. من اگر اشتباه نکنم کل هزینه آزمایشاتی که اونجا برای من برد 270 خورده دلار شده بود که من خب 300 دلار دادم، دیگه مابقیش اونجا موند، یعنی دیگه پولی برای من چینج نکردن که بخوان مابقیش رو به من برگردونن. ولی در کل فکر میکنم همه جای دنیا این آزمایشات یه نرخ ثابتی داره برای ویزای آمریکا، حدودا همینه، حالا چه یورو چه پوند چه دلارش، دور و بر همین 300 تاست برای هر کیس بزرگسال. توی اتاقی که منو بردن برای معاینه گفتن که کامل لباساتو در بیار و روی این تخت دراز بکش تا خانم دکتر بیان که شما رو معاینه بکنن.
یه دونه از این حالت گان میگن دیگه، گان به من دادن که از پشت در واقع اینجوری بسته میشد، پشتش باز بود و من دراز کشیدم روی تخت. خانم دکتر اومد معاینه کرد، تمام قسمت‌های بدن رو نگاه می‌کنن از نظر اینکه شما علاوه بر اینکه حالا مثلا آزمایش خون میدین، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های واگیردار، بیماری‌های مقاربتی رو توی شما چک می‌کنن که گفتم خطرناک نباشین برای این جامعه‌شون، میان از نظر سلامت روحی روانی هم شما رو چک میکنن، هم از نظر سابقه جراحی هایی که داشتین از شما میپرسن، آیا مثلا چند تا جراحی بینی بگیر، جراحی پلاستیک بگیر، تا جراحی های عمده تر، مثلا اگر جراحی داشتین تو ناحیه کبدی، کلیه، شکمی، هر چیزی که در واقع توی ناحیه توی بدن شما سکار به جا گذاشته باشه و جای زخم، جای بخیه باشه، همه رو بررسی میکنن از نظر جای مثلا رد جراحت، رد چاقو، از این نظر که با سلامت روحی روانی شما رو تایید بکنن که شما کسی نیستین که به خودتون آسیب بزنین یا به بقیه. همه اینا رو بررسی کردن، بعد شروع کردن یه سری سوالات هم من پرسیدن از نظر سابقه بیماری های روانی، مصرف داروهای حالا افسردگی، جنون، استراب و سایر داروهایی که استفاده میکنم، داروهای هورمونی، قلبی عروقی، تیروئید مثلا، چه میدونم داروهایی که ممکنه برای مرتبط با مغز باشه، استخوان باشه، بعد راجع به اینکه قبلا آیا سابقه مثلا همین آسیب زدن به خودم یا دیگرانو داشتم یا نه، افکارشو دارم یا نه، حالا کلمه رو نمیگم برای اینکه یوتیوب ویدیو رو ممنوع نکنه، و خلاصه همه اینا رو پرسیدم. مورد بعدی که ازم پرسیدن در رابطه با سابقه اعتیاد بود که آیا اعتیاد اصلا به داروی خاصی و به چیز خاصی کلن من اعتیاد دارم یا نه، که خب حالا جواباشون رو گرفتن. بعد تو خود آزمایش خون هم آزمایش اعتیاد بررسی میشه، یعنی هم سوال میپرسن هم داخل خون آزمایش میگیرن. در نتیجه حواستون باشه به مصرف داروهایی که ممکنه که مثلا شبه نارکوتیک باشن یا اینکه داروهای بنزودیازپینی باشن، داروهای خواب‌آوری باشن که ممکنه که تست شما رو مثبت بکنن، ممکنه که مصرف بعضی مسکن‌ها تست شما رو مثبت بکنه. در نتیجه من توصیه میکنم که از داروهایی که این شکلی ممکنه خطرساز باشه از قبل آزمایشتون حتما بپرهیزید که مصرفشون نکنید. مورد بعدی که از من پرسیدن راجب چشم بود، یعنی نه که بپرسن دیگه، معاینه کردن منو، نشوندن پشت این دستگاه‌ها، کامل چشم منو معاینه کردن و اینکه سابقه دارم، آیا عینک میزنم نمیزنم، شمارم چنده، چند سالم بوده که عینک زدم، همه اینا رو باز از من پرسیدن و معاینه فیزیکی تموم شد. گفتن که حالا کارت واکسن تو بده که ما بررسی بکنیم چه واکسنایی زدی چه واکسنایی نزدی و اون چیزایی که نزدی رو برات بیاریم تزریق بکنیم. یعنی همچنان با همون گانی که بودم نشستم روی اون همون تخت معاینه تا کارت واکسن منو بررسی بکنن. ما یه سری از واکسنا رو تو بچگیمون تزریق کردیم، یه سری واکسنا رو هم نه. یه سری واکسن اصلا توی ایران نیست که حالا اگر که بخوایم در واقع ویزا بگیریم خب خود کلینیک باید برای ما تزریق بکنه. میدونین که کارت واکسن یه کارت واکسیناسیون زرد رنگه، شما میتونین حتی از ایران هر شهری که هستین یا با مراجعه به پاستور یا با مراجعه به هلال احمر اون کارت رو دریافت بکنین. اگر رکوردا و سابقه تزریق واکسناتون رو دارین که هیچی، اگر نه تستای آنتیبادی میدین مشخص میشه و برای شما میزنن که مثلا این واکسن رو تزریق کردین. یه کارت واکسن میگیرین، واکسن هایی که حالا من الان تو ذهنم هست دیفتری بود، کوزاز بود، سگانه بود که سرخک و سرخچه و اوریون با همه، بعد واکسن آنفولانزا بود برای کسایی که توی تایمی که شیوع آنفولانزا زیاده دارن مهاجرت میکنن و در واقع به کلینیک مراجعه میکنن، واکسن هپاتیت بود که باید هر 10 سال به هر حال تکرار بشه، واکسن فلج اطفال هستش. اگر توی یه رده سنی خاص باشین، مثلا کودک 1 تا حالا 15 سال یه سری واکسن رو باید بزنن، افراد بالای 65 سال همینطور، چون اونا خب احتمال ابتلاشون به یه بیماری هایی بیشتره و نیاز به واکسیناسیون دارن که مثلا ماها نداریم. به طور مثال واکسن پنوموکوک، پروینار 13-23 اینا همه جز اون رده سنی محسوب میشن. افرادی مثل من اگر توی سن من هستین یا زیر 65 سال هستین و بالای 15 سالم سن دارین نباید اونا رو تزریق بکنین، یعنی واجب نیست، نه که نباید، واجب نیست. و مورد بعدی واکسن آبل مرغانه. خب من هیچ وقت توی زندگی آبل مرغان نگرفته بودم، علی رغم اینکه خیلی از ایرانی‌ها تو دوران بچگی میگیرن،
خود آمریکایی هم که واکسنش رو میزنن، ولی خب حالا جامعه ایرانی اینجوریه که نه دیگه، بچه بره آبل مرغون رو بگیره. خب من نگرفته بودم واکسن، یعنی تا حالا بیماری آبل مرغون نگرفته بودم. توی ایران تست آنتیبادی داده بودم که چون توی ایران واکسنش نیست و تزریق نمیکنن، تست آنتیبادی داده بودم. خب آنتیبادی نداشتم علیه این ویروس و اونجا نشون دادم، گفتم من تو زندگیم تا حالا چیکن پاکس نگرفتم، همون آبل مرغون، و نیاز دارم که واکسنشو دریافت بکنم. واکسن در واقع آبل مرغون رو هم برای من تزریق کردن، یعنی تنها واکسنی که من اونجا دریافت کردم همین بود، واکسن دیگه چون همه رو توی ایران کامل انجام داده بودم، و بعد دوباره پول واکسن آبل مرغون رو هم از من گرفتن. میگم در کل با همه اینا شد $275 اگه اشتباه نکنم، و عوارض واکسن هم خیلی نبود. حالا اگر کسی تزریق نکرده و بیماریش هم نگرفته، میدونه که توی مدیکال باید تزریق کنه، بگم خیلی چیزی نبود، یعنی یه استامینوفن ساده بخورین کلا دیگه مشکل حل میشه، تب و حالا بیحالی یه کوچولو، یعنی اصلا عوارض آنچنانی نداشتش، و حتی راش پوستی قرمزی اینا هم بعدن نداشت. از این نظر خیالتون راحت. هیچی، اینم از تجربه واکسیناسیونی که من توی کلینیک مدیکال داشتم. مورد دیگه هم که یادم رفت بگم واکسن کرونا. من راستشو بخواین الان نمیدونم که دیگه این قانون هست یا نه، بررسی میکنن یا نه، اما اون زمانی که من رفتم برای مدیکال، خب هنوز تو تایم شیوع کرونا بود، همچنان در واقع واکسیناسیون داشت انجام میشد و از من مدرک برای اونم خواستن. خب واکسن های معتبر اگر تزریق کرده باشین هیچ وقت هیچ مشکلی نیست. من یادم نیست آسترازنکا زده بودم، ولی دوز سوممو اون چینیه رو زده بودم، نمیدونم نوو چی بود اسمش، اصلا اسمش هم دیگه یادم نیست، ولی اونو زده بودم و هیچ ایرادی هم نگرفتن، یعنی فقط آزمایشاتو گرفتن که بدونن که چیز رکورد واکسیناسیون رو گرفتن که بدونن، وگرنه هیچ چیزی نبود. در رابطه با واکسن آنفولانزا هم اگر میپرسین، واکسن آنفولانزا رو من برند اینفلووک رو توی تهران تهیه کردم گرفتم و تزریق کردم، ولی مهم اینه که شما واکسن آنفولانزا تزریق بکنید، حتی اگر نوع ایرانیش هم باشه هیچ ایرادی نداره، مهم اینه که اون کلینیکی که دارین توی ایران تزریق میکنین به شما یه گواهی بده که این واکسن رو تزریق کردین و نوع واکسن مهم نیستش. فرق دیگه‌ای که شاید ویدیویی که الان من میذارم با ویدیوهای سایر دوستانی که در رابطه با مدیکال قبلا توی یوتیوب ویدیو گذاشتن و توضیح دادن داره، اینه که من نتیجه در واقع مدیکالم رو دارم، اونم به خاطر اشتباه سفارت بود که مدارک من رو که محرمانه بود در واقع به من برگردوند و من دوباره فرداش رفتم ویزا. حالا اینا رو بعدن توضیح میدم، ولی تو اون بینی که اون یک روزی که مدارک من دستم بود، خب من از اون عکس گرفتم که ببینم اصلا توی رکورد من چی نوشته. ببینید جواب آزمایشو که یعنی آزمایشو که من کلا انجام دادم، ساعت شده بود همون تقریبا 6 بعد از ظهر، یعنی 3 تا 6 بعد از ظهر من تقریبا توی کلینیک بودم، و موقعی که آزمایش ها تموم شد به من گفتن که فردا فلان ساعت برای دریافت نتیجه خودت بیا، ما اونی که باید برای سفارت بفرستیم و میفرستیم، و دیگه همون دوشنبه تو فقط برو مصاحبه میفرستیم اونجا. و من فرداش اون ساعتی که توی بعد از ظهر بود به هم گفته بودن رفتم، یه پوشهی به من دادن که توی اون پوشه یه سری اسمم بود، مشخصاتم بود، سی دی بود که از قفسه سینم عکس گرفته بودن، عکسش و ایناش داخلش بود که برای خودمه، و همین یه برگه که این رسیدته که اینقدر پول دادی و این کارا انجام شده، و اون سی دی مال خودتونه، یعنی اون سی دی که به شما میدن نباید به آمریکا تحویل بدین. حالا خیلی‌ها میگن که موقع که میرسید آمریکا باید مثلا با اون پوشه زرد مدارک مدیکالی هم که خودتون دارین رو بدین، در صورتی که نیاز نیست، چون مدارک مدیکال شما توی سفارت بوده، سفارت اونا رو گذاشته تو اون پوشه زرده و شما دارید میدید به آفیسر هنگامی که به فرودگاه آمریکا اولین ورودو میزنین، و دیگه اون چیزایی که دست خودتونه نیازی نیست تحویل آفیسر بدین، سی دی و اینا هم همه برای خودتونه، و همین دیگه. این از ریپورتی که خواستم بگم که به خودتونم بخشیشو میدن، اما من اون ریپورتی رو دارم که به سفارت دادن. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چیا بوده. ببینید اول از همه توی مدیکال اینم بگم، شاید اول ویدیو فکر میکنم یادم رفت که بگم، از شما 4 قطعه عکس 5x5 میگیرن، خب یعنی همون عکسی که شما به فرض مثال این شکلی باید بزنن بالای برگتون، و این 4 تا عکس رو از شما میگیرن، پس اینو حتما جز عکسایی که باید با خودتون برای مصاحبه ببرین آماده کنین.
بعد اینجا خب اسم دکتر هست، اسم خود منو اول از همه نوشته، تاریخ تولدمو نوشته، شهر تولدم، محل تولدم، کشورم، محلی که اقامت دارم، آدرسم، زیپ کد اون خونه‌ای که هستم، آدرسی که قصد دارم توی آمریکا برم، شهرش، کد چی میگن پستیش و همه اینا، شماره موبایلم، دیتی که رفتم برای آزمایشات مدیکال و دیتی که جوابا اکسپایر میشه، چون میدونین جوابا 6 ماه بعد اکسپایر میشه، یعنی اگر شما الان هم به فرض مثلا دارین میرین مصاحبه و تا 6 ماه بعد ایپی میخورین به فرض، ویزاتون نمیاد و این ویزا بیشتر از 6 ماه طول میکشه، این اکسپایر میشه، شما دوباره باید برید آزمایشات مدیکال رو انجام بدین که ویزاتون رو بتونین بگیرین. اینو حتما مد نظر داشته باشین. کشوری که داره توش مدیکال من انجام میشه، خب ایندیا، ممبی نوشته شهرشو. دکتری که داره آزمایشات من انجام میده و اون اسم کلینیک داخلشه. یه گزینه رو علامت زده که اپلیکنت کاتگوری چیه. اولا ایمیگرنت ویزاه، رفیوجی نیست، چون میشه همون حالت پناهنده دیگه، اونجور کاتگوری ها رو نداره و نان ایمیگرنت هم نیست، کی ویزا یا حالا باز ویزاهای دیگر رو اینجا همه گزینه هاشو زده و اداپت هم نوشته که خب باز اداپت هم که من نبودم، ایمیگرنت بودم، یعنی ایمیگرنت رو دیگه مشخص کرده. بعد توی ظاهر برای من نوشته که هیچ نقص ظاهری، هیچ بیماری و دیسابیلیتی نداشته. بعد توضیح داده توی صفحات بعد که هر کدومو که معاینه کرده چیا بوده جواباش. یکی از مهمترین چیزایی که گفتم برای بیماری های عفونی و مقاربتی خیلی ها بیشتر چک میکنن، این بیماری هایی که به مرور دارم براتون میخونم، یکیش توبرکولوزیسه. توبرکولوزیس میشه همون سل، بیماری سل، سل ریوی، که خب حتما باید جوابتون منفی باشه. دومیش بیماری سیفیلیسه. سیفیلیس یه بیماری مقاربتیه که اگر untreated باشه، اینجا می نویسه یعنی درمان نشده باشه، شما نمیتونید ویزا بگیرید. بیماری بعدی گونورئه. گونورئه معادل فارسیش میشه سوزاک. بیماری باز مقاربتیه و خب خیلی هم خطرناکه، اون باز یکی از بیماری هاست. بعد بیماری هانسن، حالا اینایی که دارم میگم میتونین توی گوگل بعدم برین سرچ بکنین ببینین چیه. Any physical or mental disorder که حالا میتونه که هر بیماری فیزیکی و یا روحی روانی باشه که هستش. اعتیادها، abuse، حالا هر specific substance که هستش، میتونه داروهایی باشه که تحت کنترل هستن یا اینکه حالا داروهای مواد مخدر باشه. harmful behavior، رفتار مضر، رفتار پرخطر و سایر بیماری هایی که ممکنه که recurrent باشن، ممکنه که عود بکنن. خب گزینه بعدی که پرسیده گفته addiction or abuse of specific substance under control substances. توی باز یه سری داروهایی که تحت کنترل هستن، داروهایی که تحت شرایط خاصی به بیمارا میدن، داروهای نارکوتیک بیشتر، اینا رو گفته که حتما بررسی بکنن و اگر گزینه شه یعنی باید چک بزنن و که بگم مثلا طرف این مشکل رو داره. و اینکه یه گزینه هم داره که نوشته immigrant visa applicant refuses vaccination، اجتناب میکنه از اینکه واکسیناسیون رو انجام بده. خب اینم باز اگر که مشکل ساز باشه، یعنی باید گزینه رو بزنن که بگن شما اصلا خودداری میکنین از اینکه تزریق واکسن انجام بدین، اینا همه میتونه مشکل ساز باشه. مراحل بعدیش همون وزن و قد و شکل ظاهری، صورت هم، چشمم، شماره چشمم ایناست و اینکه خب هیچ فیزیکی من هیچ مشکلی ندارم، واکسیناسیون رو هم نوشتن که انجام شده و همون اطلاعات کارت زرد رو دوباره اینجا منتقل کردن و در ادامه اون واکسیناسیونی که برای آبل مرغون بوده رو اینجا انجام دادن و تاریخش هم نوشتن. همین دیگه، خلاصه این نتیجه آزمایشات مدیکاله و اینا رو از شما تست میگیرن. در نتیجه بیماری، اگه بیماری خطرناکی نباشه، واگیردار نباشه، عفونی نباشه، کاری ندارن، منجر به عدم دریافت ویزا نمیشه و از این بابت نگران نباشین. امیدوارم که خیلی از سوالاتتون رو تونسته باشم جواب داده باشم. باز اگر سوالی دارین میتونین تو کامنت ها بپرسین، توی پیج اینستاگرام به من دایرکت بدین، حتما پاسخ خواهم داد. امیدوارم که مفید بوده باشه. ممنون از اینکه سابسکرایب میکنین و حمایت میکنین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.